بینندگانی گرامی سلام. برنامه اطلاعاتی کریمینالی میلیتسیا هومی جمعه که بازگو از وضع جنایی یک هفته آخر کشور و دستاورد و فعالیت کارمندان وزارت کارهای داخلی است، توسط تلویزیون سفینه منظورتان میگردد. در استودیا با شما امینه تبروا. بزرگان ما خیلی درست فرمودند که هر کسی که از تجربه روزگار بهره نمیگیرد، او در دفع حوادث زندگی خیش عاجز و ناتوان خواهد ماند. متاسفانه ما در حیات خود خیلی زیاد مشاهده می نماییم که اشخاص جاهل و ناتوان بین که رذالت و کوتاه‌اندیشی وجود آنها را فرا گرفته است، در حل عادی ترین مشکلات زندگی خود دست به اعمال ناپسند و جنایت می زنند که در نتیجه نه تنها خود آنها بلکه حیات و سلامتی اطرافیان و حتی پیوندان خیش را زیر خطر می گذارند. احسان عبدالله‌زاده عاید یک جنایت مخصوصا وزنین کشتاری همسر از جانب شوهر گزارش آماده نموده است. مناسبت های اویلوی را سهل و ساده پینداشتن و جای صبر و تحمل خشم و غضب را انتخاب نمودن اکثر وقت به جنایت وزنین و مخصوصا وزنین انجامیده تأثیر منفی آن به جامعه نیز اثر میگذارد. شهروند بویو فیضعلی رجب‌علیویچ سال تولدش 1987 استقامت کننده دهه بلبل چشمه شهری حصار که در یک وقت با دو زن زندگی یک جایه داشت، شب 24 می سال روان در حالت مستی با زنی دویومش مرودوه مستانه سیدعلیونا سال تولدش 1994 ساکنی کوچه گلیزور شهری حصار مناقشه نموده با یک بیرحمی مخصوص نامبرده را با روح بوغی کردن به هلاکت رسانیده است. جدا سوم پارسی بود یک جنگ جنجال شد ما یاش پلوخ میشه ما دنجب تو نه دنجش شد گفتم که بو اخورا کرا بو یاش پلوخ گزم که خاب نه کرا خی ما دستش بود دستش که چون نمیخی تا گردش مون تو تو میشه نمیخی نمیخی تا یاد پای تا شش نه کو هر خود بلا نمیخی کرا یز دو جاد جونش پرو مدار و سر میشه. سپس برای رویپوش کردن جنایت مخصوصا وزنی صادر کرده اش جسد مرودوه مستانه را توسط اروبا به زمین های حدود دهه بلبل چشمه شهر حصار آورده آتش زده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار با براه ماندن متدهای مخصوص اپراتیوی و دایر کردن چوربین اپراتیوی جستجویی بعد پیدا گردیدن جسد مرحوم در گرم و گرمی جنایت مخصوصا وزنین را آشکار و صادر کننده آن را دستگیر نمودند. سنه 24 می سال 2023 با رسیدن خبر عاید جسد شخصیتش نامعلوم گروه اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار با جای حادثه سریع وقت حاضر گردیدن. هنگام گذراندن چوربینوی اپراتیوی جستجویی شخصیت جسد معاین گردیده، همزمان معاین گردید که مرحوم از جانب شوهرش با راه بوغی کردن به هلاکت رسانیده شده است و برای رویپوش کردن ایزی جنایت جسد را آتش زده است. قانونگذار بهوده دو زنگی یا سرزنگی را یعنی با دو یا یک چند زن زندگی کردن با پیشبری خواجگی عمومی را کرداری غیر قانونی یعنی جنایت اعتراف نکرده است، زیرا یکی از سببهای سرد گردیدن مناسبت های اویلوی و در این زمینه صادر گردیدن جنایت های وزنین رعایت نکردن طلبات همین بندی قانونگذاری می باشد. مورد ذکر است که در حالت مستی صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین و آتش زدن جسد با مقصد از بین بردن ایزی جنایت جوابگری را برای بویو فیضعلی در نزد قانون وزنین تر می نماید. وابسته به حالت مذکور در پرکراتوره شهر حصار نسبت دستگیر شده با دسترسی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیش بردی تفتیشات قرار دارد. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی یک جنایت رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که باعث مرگش است آشکار گردید.
سنه 19 می سال 2023 تقریبا ساعت 14 و 40 دقیقه نوبالغ 17 ساله ساکن ناحیه سینوی شهر دوشنبه در نزد راه ماشینگرد دهه چوریاکران ناحیه رودکی بو اکرم محمدعلی سال تولدش 1963 ساکن شهر دوشنبه دکتری بیمارخانه استقلال بحث و مناظره کرده با استفاده زورآوری با مشت یک مرتبه به قسم روی اکرم زده است که در نتیجه نام برده به زمین افتاده سرش به بتون کنار راه برخورده است. از سماف که چوره کرده من کردم در راه کردم ده تشقه افتاده شیش همه مرده که من پیش نمیشینم گفتم آنها که پیش محکمه قفوده بشیم گفتم که برای هم خگب در درم پوشیدم به مقصد برای او چه تفاهم کنم گفت و من خیلی سرم بایمش فرمادم میامش توخورده یامش دارم همی جای روش دادم غلطی و گرفتم دیدم که خونم آمده سه گرفتم سر از بورش کردم داریم ماش بیا گرفتم بابا نیم سر بودمش طبق خلاصه سند تیبی سودی ضرری برداشته نوم برده به ضرر وزنی به سلامتی با علامتی برای حیات خطرناک منصوب می باشد. در نتیجه سنه 28 می سال جاری اکرموف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وابسته به حالت مذکور سنه 23 می سال 2023 از جانب شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی نسبت نابالغ با ماده 110 قسم 3 بند و یعنی قصدن رساندن ضرر وزنی به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبریده گشته است پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد. یادرس می نماییم که خبرهای پهنگردیده در شبکه های اجتماعی گیو مرحوم اکرم محمدعلی با استفاده از آلات آهنی با اصطلاح منتیروف که از جانب دو نفر لطکوب گردیده است اساسی واقعی ندارد. نش اجلابون برای راه یافتن به بازار سیاه و انتقال دادن واسطه های نشعدار از همه گونه راه و واسطه ها استفاده برده. مواد مخدر را در شکل های گوناگون و با طرز های مخصوص آماده می نمایند. وقت های آخر به مشاهده می رسد که در برابر حب های سینتتیکی واسطه نشعدار نوعی متانفیتامین کریستال که مواد شفاف سفیدرم و به شیشه پاره مانند می باشد از جانب نش اجلابون به معاملات برآورده می شود. سه نفر نشعجلاب که از ساکنان شهری حصار و ناحیه کوشانیون ولایت خطان عبارت می باشند بازداشت و از آنها 1 کیلوگرم و 375 گرم واسه نشعداری نوع متانفیتامین کریستال دریافت و مصادره کرده شد. کارمندان اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استراوشان در نتیجه کارکرد اخبارات اپراتیوی و گذراندن مجموع چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی معاملات غیرقانونی واسطه نشعدار سینتتیکی کریستال را پیشگیری و در حدود شهر دوشنبه از گروه نشعجلابان در حجم 1 کیلو 375 گرم مخدرات پسیخوتروپی نمود متامفتامین مصادره نمودند. در جنایت مذکور اتفاقی سه نفره شهروندان کمالوف میرزا حیات حسنویچ سال تولدش 1977 استقامت کننده جماعت دیهات ثروت استقلال ناحیه کوشانیان نعیموف مومین سعیدویچ سال تولدش 1987 زاکیرف دولت مراد نصراتویچ سال تولدش 1985 استقامت کنندگان شهر حصار می باشند که خیال و تصورات شیرین درآمد پولی آنها را جوابگاری سنگین هدیه نمود. زیرا آنها به دست میلیچ افتادند و پاداش عملی را که تهدید به حیات و سلامتی جامعه دارد خواهند دید. بیا برادر را زنگ زدم گفتم من میام خالی مواد مخدر میپرسم. اگر امکانش باشد من تلفنات همیتم زنگ بزنم خش کور برو ببین. یورو دستگیر کردم و گمانبران طور نشان داد می‌دهند با مسئله پیشکی به طور قاچاق مخدرات را به دست آورده از فروشی آن می‌خواستند درآمد پولی به دست آورند که به مقصد نرسیدند چون که اخبارات مذکور دسترسی میلیشیا گشت و نقشه نشعجلابی بر هم خورد. هر کدام از گمانبرشته‌ها برای به دست آوردن منفعت پولی وظیفه و عهده‌داری را اجرا نموده است. دریافت کننده و نگهدارنده مخدرات، انتقال دهنده و فروشنده از سمت فعالیت جنایت نقشه بندی شده میباشد که پنهان و مخفی صورت میگرفت. به من گفتند چیزا کره از فدراسیون آمدم دسترس کنم برای درآمد. حدود شهرهای حصار و دوشنبه مکان است که میلیشیا شهر استراوشان در دایره کارکردهای اپراتیوی
مخدرات سنتتیکی رو به دست آورد. واسطه نشدار پسیخوتروپی متی آمفیتامین که در بازار سیاه نشجلوبی همچون کریستال معروف است، سونی از نمودهای با اصولهای کیمیاوی حاصل شونده مخدرات می باشد که خفنوکیش از جهتی ضرر رسانی به سلامتی، مایل و بستگی و عادت نمایی به آن از شکلهای طبیعی واسطه نشدار بیشتر است. متاسفانه امروزها اساسا جوانان به استفاده بری آن مایل دارند که عاقبت آن به عادت نمایی و نشه‌مندی می انجامد. 1 کیلوی 375 گرم موادی پسیخوتروپی کریستالی مصادره‌گردیده نیز میتوانی صدها نفر جوان را مبتلای نشه‌مندی گرداند. آغاز پرونده جنایتی طبق طلبات قسم 4 ماده 200 کدکس جنایتی و چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی. نتیجه کرداری به جامعه خفناکی گمون برشده ها میرزا حیات کمالوف، مومین نعیموف و دولت مراد زاکیروف میباشد. مقامات کارهای داخلی در ناحیه دوستی پرورش غیرقانونی نهال کوکنار را آشکار نمودند. میلیتسیا نگذاشت که هدف ناپاک عملی و از نتیجه گردش واسطه نشه‌دار به سلامتی اهالی ضرر رسانده شود. از زمین نزدی حولگی بازوش گردیده 1400 بیخ نهال کوکنار دریافت و مصادره کرده شد. گزارش نوبتی در این خصوص. هرچند کشت و نگاهبین زراعت های دارای ماده های نشادار عملی غیر قانونی است، متاسفانه بعضی نفران برای قانع کردن نیاز های اجتماعی و به دست آوردن درآمد مادی در زمین های حاصل خیز رستنی های نشادار را که کشتشان منع شده است پرورش می کنند. از جانب کارمندان شعبچه کافتکاوی جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی، هنگامی سنجش اخبارات فوری و از نظرگذرانی حولی استقامتی شهروند شفیف شیرعلی سالی تولدش 1962 استقامت کننده دهه لاوتی ناحیه دوستی معین کردند که نام برده دانه های زراعت مواد های نشاوری کشتشان منع شده ای نمود کوکنارو در زمین کارمی نزد حولگیش کشت و با نگاهبین مخصوصی اگروتکنیکی پرورش نموده است. گیاهای در ترکیبش ماده های نشادار داشته کشتشان منع شده نمودی کوکنار در حالت خوبی نشون اما بوده 1400 بیخ را تشکیل می دهند. کارمندانی میلیتسیا در وقتی از نظرگذرانی حولی استقامتی گمان برشونده شفیف شیرعلی ماده های نشاداری کشتشان منع شده نمودی کوکناری از نظرها پنهان کرده ای کشاورز را دریافت و ریشکن کردند. برای چنین عمل غیرقانونی نسبت گمان برشده با ماده 204 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. قصد به دست آوردن مال و ثروت و مبلغ مفت برخی نفران دور از معرفت و بی‌اندیشه را وادار می‌نماید که دست به جنایت دزدی یعنی تصرف نهانی مال و اشیای غیر زنند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینو یک حالت جنایتی را آشکار نمودند که تصرفکار از داخل دکان داروفروشی پلانشت صاحب ملک را از آن خود نموده است. در نتیجه گزاراندن یک قطار چورابینه‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینو، شهروند نظروف امیدجان قیومالدینوویچ سنه تولدش 1996 استقامت کننده ناحیه وخش دهه نوروباد همچون گمانبر در صدیر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. قابل ذکر است که نوار لحظه جنایت دزدی این نام برده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده و واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده بود. ضمن سنجش معین گردید که نام برده سنه 26 می سال جاری تقریبا ساعت 5:26 دقیقه به داروخانه واقع در ناحیه سینو کوچه سعدی شیرازی وارد گردیده از خوب بودن فروشنده استفاده نموده از آنجا یک عدد پلانشت را تصرف نموده از جای حادثه فرار نموده است. نامبرده با صدیر نمودن این عمل جنایتی خود به جبریده جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه با مبلغ 15000 سومانی ضرر رسانیده است. بعدی از جانب کارمندان میلیتسیا دستگیر گردیدند از گمانبر شوندن نظروف امیدجان پلانشتی را بوده شده همچون دلیل شایعی دریافت و مصادره کرده شد. اینی زمان نسبت گمانبر شونده نظروف امیدجان با گمانی صدیر نمودن جنایت دزدی موادهای ضروری ترتیب داده شده برای آغاز نمودن پرونده جنایتی و آشکار نمودن دیگر حالتهای در جنایت دست داشتن نامبرده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد.
با مقصد اجرای طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، آشکار نمودن حقوق ویران کنی در سمت آوارگردی و شبگردی نابالغان و جوانان، کارمندان بخش آگاهانی و پیشگیری در بین نابالغان و جوانان شهری کنی بادام، سنجش های پیشگیری کننده و کارهای فهماندهی را در مرکز های اینترنتی و نقطه های بازی های کامپیوتری مقصدناک براه ماندند. خدمات آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی در بین نابالغان و جوانان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبودام با مقصد پیشگیری از بدرفتاری نورسان و جوانان و پهن نگشتن عادت و خصلت های نامطلوبه به مثل میزدگی و نشمندی، فاحشگی، مناقشه های گروهی، شبگردی، با خود گرفته گشتن آلات های تیز و برنده از طرف نابالغان، مشغول شدن آنها به بازی های کامپیوتری خصوصیت زورآوری داشته، بازی های سرگرم کننده بردناک و دیگر پهلوهای به کمالات نسل جوان علاقمند در یکجایگی با ساختارهای در تربیه نورسان و جوانان مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری کنیبودام نقشه ریتوی شبانه و روزانه پروفیلاکتیکی را ترتیب داده کاربری نموده استوده است. هفته روان همین گونه چاره‌بینی مقصدناک در مرکز مأموری شهری کنیبودام گذرانیده شده، یکچند کمبودی ها در سمت رعایت نگشتن قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند، رعایت نکردن قاعده های سانیتاری، شرطنامه های مهنتی از جانب کارفرما و کارگر آشکار نمودند. از جمله حالت شبگردی گروهی 4 نفر نوراز در ساعت 23 شب به جای زیست دائمی، دفترچه سانیتاری و شرطنامه مهنتی جلب گردیدن دختران به حیث رقاصه در دیسکا کلوب، قرار داشتن جوانان تا 20 ساله در مرکز بازی های بوک میکری در جریان رید با قید و نسبت حقوق ویران کنندگان مواد ماموری ترتیب داده شد. اساسا نقطه های جمع شوی نورسان و جوانان، مرکز های دلخوشی، بازی های بوک میکری و کامپیوتری سنجیده شدند. نتیجه چاره بینی مذکور ترتیب دادن 11 پروتکل حقوق ویران کنی ماموری نسبت حقوق ویران کنندگان میباشد. منیژه اشرف جان سال تولدش 2001 استقامت کننده شهر توسونزاده نامبرده سنه 19 می سال 2023 از خانه برآمده بدره گشته است. محمد جان امینوف سال تولدش 2005 استقامت کننده شهر توسونزاده 16 اپریل سال 2023 از خانه برآمده بدره گشته است. همدیاران ارجمند، در خاتمه برنامه برایتون تندرستی و خانه آبادی تمنا نموده، امید داریم که با رابطه و همکاری های شما با مقامات میلیتسیا وضع جامعه بهتر و کردارهای جنایی سری وقت آشکار و پیشگیری کرده می شود. با آینده وطن خوشبین باشید. تا برنامه های دیگر سربلند و پیروز بمانید.